بزرگترین حامی تروریسم یعنی ایران میتونه تنها چند هفته دیگه فرصت داشته باشه که اونقدر اورانیوم غنی‌سازی داشته باشه که بتونه یک توشه کامل هسته‌ای رو داشته باشه برای از بین بردن جهان. و همینطور اگر موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای ایران مشمول این سازش نباشه و تا الان ایران حتی این مسئله رو سر میز مذاکره نیاورده، ایران میتونه وسیله و ابزار لازم رو داشته باشه که اون توشه هسته‌ای رو به دورترین نقاط دنیا برسونه، اصابت کنه، از جمله به آمریکا. بنابراین دوستان من ببینید، هنوز دو تا امتیاز عمده تو این سازش هست به ایران. یکی این که به ایران اجازه میده که یک برنامه هسته‌ای گسترده داشته باشه، و دو این که برداشتن محدودیت‌های اون در واقع برنامه رو تا 10 سال دیگه. بنابراین این معامله، این سازش، این پیمان انقدر بده، جلوی دستیابی ایران رو نمیگیره، بلکه فراهم میکنه راه مناسب رو برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. برای چی باید این سازش را انجام بدیم؟ به خاطری که فکر میکنید شاید ایران بهتر بشه طی سالهای آینده، یا شاید فکر میکنید که گزینه دیگری بدتره؟ من موافق نیستم با این مسئله. من اعتقاد ندارم که رژیم رادیکال ایران بهتر خواهد شد بعد از این سازش. این رژیم الان 36 سال بر سر قدرت و اشتهای بی‌نظیرش برای پرخاش و یورش و تهاجم هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه و اشتهای ایران برانگیخته‌تر خواهد شد به لطف این سازش. اگر هر کسی فکر کنه که این سازش با ایران در واقع باعث میشه که مسائل بعدها حل بشه، یه بار دیگه فکر کنید، تجدید نظر کنید، چون وقتی در اون مسیر قرار بگیریم با یک ایران خطرناکتر رویارو خواهیم شد، یک خاورمیانه‌ای که بمب در این ور اونورش هست و شمارش معکوس به سوی یک نایتمر یا یک کابوس هسته‌ای. خانم ها، آقایان، من اینجا آمدم به شما بگم که لازم نیست که در گروی تغییر احتمالی ایران قرار بدیم امنیت جهان. ما نباید قمار بکنیم با آیندهمون، با آینده فرزندانمون. ما میتونیم پافشاری بکنیم که محدودیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برداشته نشه، برچیده نشه، تا زمانی که ایران پرخاش و یورشش رو در دنیا و در منطقه ادامه بده. پیش از برچیدن اون محدودیت‌ها، دنیا باید خواهانه اون باشه که ایران سه کار بکنه: یک، حملاتش رو به همسایگانش در خاورمیانه متوقف کنه; دوم، از حمایت از تروریسم در گرداگرد جهان دست برداره. و سوم، از تهدید به نابودی اسرائیل دست بردارید که تنها ملت و کشور یهوده. اگر ایران رفتارش رو تغییر بده، محدودیت‌ها برچیده خواهد شد. اگر ایران تغییر نده رفتارش رو، محدودیت‌ها نباید برچیده بشه. اگر ایران میخواد باش رفتار بشه مثل کشوران، پس خودش هم باید عمل کنه مثل کشور معمولی، اگه خواهان اینه و انتظار اینو داره که باهاش معمولی رفتار بشه.